انگلیس، قوای نظامی روسیه تحلیل رفته. وزارت دفاع انگلیس در تازه ترین ارزیابی خود از تحولات جنگ در اوکراین مدعی انهدام یکی از پیشرفته ترین تانک های روسیه و تحلیل قوای نظامی این کشور شد. در بیانیه وزارت دفاع انگلیس آمده از حداقل یک دستگاه تانک T-90M که از پیشرفته ترین تانک های روسیه به شمار می رود در جنگ منهدم شده است. T-90M در سال 2016 رونمایی شد و شامل زره‌ها و تفنگ ارتقا یافته و سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای پیشرفته است. این بیانیه می‌افزاید در حال حاضر حدود 100 تانک T-90M در مجهزترین پادگان‌های روسیه از جمله آنهایی که در اوکراین می‌جنگند در خدمت هستند. زره ارتقا یافته این سیستم که برای مقابله با تسلیحات ضد تانک طراحی شده است، در صورتی که توسط سایر عناصر پشتیبانی نشود، آسیب پذیر خواهد بود. وزارت دفاع انگلیس در ادامه با بیان این ادعا که جنگ در اوکراین تلفات سنگینی را در برخی از پادگان‌ها و به پیشرفته ترین قابلیت‌های روسیه وارد می‌کند، مدعی شد پس از پایان جنگ روسیه برای بازسازی نیروهای مسلح خود به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز خواهد داشت. در بیانیه ادعایی یاد شده آمده است به دلیل تحریم‌هایی که دسترسی روسیه به اجزای مهم میکرو الکترونیکی را محدود می‌کند، جایگزینی تجهیزات مدرن و پیشرفته چالش برانگیز خواهد بود. شکار جدید پهپاد ساخت ترکیه، بیرقدار کشتی روسیه را غرق کرد. وزارت دفاع اوکراین مدعی شد که یک فروند ناوچه آبی خاکی ارتش روسیه را مورد اصابت موشک پهپاد قرار داده و غرق کرده است. به نقل از شبکه خبری بی بی سی، این سازمان فیلم ویدئویی از غرق شدن یک کشتی کوچک در اسکله‌ای در دود و شعله را منتشر کرد و گفت که در این حمله از یک پهپاد بایرکتار TB2 یا همون بیرقدار پهپاد ساخت ترکیه استفاده شده است. به نظر می رسد این کشتی یک فروند سریع کلاس سرنا بوده که قادر به حمله یک وسیله نقلیه زرهی است. تاریخ یا مکان حمله مشخص نشده است، اما خبرگزاری رویترز مکان ویدئو را به عنوان جزیره مار مطابق با ساختمان‌ها، جاده‌ها و سازه‌ها که در تصاویر ماهواره‌ای دیده می‌شود اعلام کرد. این جزیره در شمال غربی دریای سیاه در آغاز حمله به تصرف نیروهای روسی درآمد. اوکراین تاکنون مدعی انهدام 11 فروند کشتی جنگی روسیه شده که بزرگترین آنها رزمناو مسکو بوده است. پیشبینی رئیس سیا درباره امکان استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا می‌گوید جامعه اطلاعاتی هیچ مدرک عملی در این حمله از برنامه‌ریزی روس‌ها برای استقرار یا حتی استفاده بالقوه از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین ندیده است. ویلیام برنز در کنفرانسی به میزبانی فاینانشال تایمز این موضوع را در سخنرانی خود مطرح کرد. روسیه پس از آغاز عملیات خود در اوکراین در روز 24 فوریه اعلام کرد که زرادخانه هسته‌ای خود را در حالت آماده باش درآورده است. برنز در این خصوص هشدار داد با توجه به نوع صدای شمشیری که از رهبری روسیه شنیده ایم، نمیتوانیم این احتمالات را به راحتی در نظر نگیرید. رئیس سیا افزود بنابراین ما به عنوان یک سرویس اطلاعاتی به شدت بر روی این غیر ممکنها متمرکز میشویم، مخصوصاً در لحظه‌ای که خطرات برای روسیه بسیار زیاد است. رئیس سیا: پوتین بر روی مرحله دوم حمله به اوکراین حساب کرده. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز شنبه در سخنانی گفت که ولادیمیر پوتین بر روی مرحله دوم حمله به اوکراین حساب کرده است. وی مدعی شد که جنگ اوکراین نشان داد که مشارکت روسیه و چین با برخی مرزها محدود شده است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اضافه کرد سران چین به دقت هزینه‌ها و پیامدهای هر گونه استفاده از زور علیه تایوان را می‌نگرند. وی گفت که هیچ دلیل ملموسی وجود ندارد که روسیه در صدد استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین است. وی گفت که هیچ دلیل ملموسی وجود ندارد که روسیه در صدد استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.